هم مهمان گرامی، بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه، من محمد امینی بخش دیگری از سری برنامه های کلمه رو در خدمت شما هستم. پاسی رو با شما خواهم بود و این بار از راه دور با استودیو ارتباط برقرار می کنم. من در شهر زیبای پاریس هستم برای شماری گفتگوها با پاری از دستندرکاران به اینجا آمدم، همچنان دیدار از این شهر، و این است که این برنامه رو از راه دور نسبت به استودیو برای شما همیهنانی که در ایران هستید، به هر حال نزدیکتر هستم به شما تا هنگامی که در کالیفرنیا به سر ببرم. پیش از آغاز برنامه میخواستم به آگاهی شما برسانم که همان گونه که میدانید دگرگونی هایی در تلویزیون اندیشه در ماه های گذشته رخ داد. چند روزی و شاید به اندازه یک هفته تلویزیون کمیابیش بسته بود و تا حدودی سرنوشت تلویزیون روشن نبود و دگرگونی هایی در مدیریت این تلویزیون هم روی داد. آن دگرگونی ها به راستی مسئله ای نیست که با برنامه هایی که من و کسانی که به هر روی با اونها نزدیک هستم در این تلویزیون برای شما پخش میکنند یا در با شما هستند آنچنان تأثیری داشته باشد. یعنی این تلویزیون دارندهی داشته و شاید هم هنوز داشته باشد، آقای دورمنی. ایشان دارای دیدگاه هایی بودند و هستند و باید گفت که تا هنگامی که من با ایشان پیوند و روابط کاری داشتم همواره از یک دیدگاه روی هم رفته، باید گفت بردبارانه و آزاد منشانه برخوردار بودند. یعنی دخالتی در برنامه های آدمی مانند من نمی کردن. من وارد این موضوع که چرا و چگونه تلویزیون بسته شد، چرا این دگرگونی ها روی داد، نمی شدم و نباید هم بشوم. این رو باید مدیران تازه تلویزیون با شما در میان بگذارن. آنچه که می توانم به آگاهی شما برسانم این است که در گفتگوهایی که با مدیران تازه این تلویزیون انجام شده، برنامه هایی از این دست مانند برنامه یک کلمه، برگی از تاریخ و رشته برنامه های دیگری که شاید زیر یک سرنامه ویژه‌ای مانند بنیاد آینده در تلویزیون پخش بشود، شمار اونها افزایش خواهد یافت و من شاید بیشتر به خانه و یا محل کار شما بیایم و یا اگر در آرشیو برنامه رو میبینید شمار بیشتری از این برنامه ها در دسترس شما باشد. از این لحاظ باید سپاسگزاری کنم که چنین امکانی به وجود آمده و ما میتوانیم همچنان یک تلویزیون چند سویه، چند جانبه داشته باشیم که در اون آدم هایی با دیدگاه های گوناگون با شما گفتگو می کنند و به راستی هم باید چنین اندیشید. من همواره گفتم که روابط من، پیوند و دوستی من با آقای کاردان همواره به جای خود، من همواره سپاسگزار ایشان بوده و هستم و بسیار شاید باید گفت ناراحت هستم که ایشان از این تلویزیون رفتند یا کنار گذاشته شدند، ولی اینها کارهایی است که به دارندگان تلویزیون مربوط است. من دارنده این تلویزیون نیستم و نقش و جایگاهی هم در این زمینه ندارم و تا جایی که یا تا هنگامی که این تلویزیون بتواند آشیانه‌ای باشد برای گفتگوی آزاد با شما هممیهنان گرامی، من در این تلویزیون خواهم بود یا دست کم برنامه های من در این تلویزیون خواهد بود. امید من همین است که ما همه این گونه بیاندیشیم که می توانیم ایرانی رو بسازیم که در اون ایران کسی مانند من با کسانی که با دیدگاه من همسو نیستند در یک سپهر اندیشه‌ای آزاد، بدور از بلوا، بدور از برچسب زدن، بدور از جنجال، بدور از هوشیبازی بتوانند در کنار یکدیگر با مردم گفتگو کنند و مردم باشند که یا شنوندگان و بینندگان برنامه باشند که و در سپهر بزرگتر اجتماعی شرکت کنندگان در کارزارهای اجتماعی باشند که
راه خودشون رو بر اساس و بر پایه این نوع برنامه ها و داوری ها و سخنرانی ها و نظریه ها و تست ها و کتاب ها و برنامه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و غیره برگزینند و به راهی بروند که باور دارند که اون راه به رستگاری اونها و به رستگاری و سربلندی ایران خواهد انجامید. با این پیش درآمد و با این امید که بیشتر و بیشتر در میان خانواده شما باشم، با شما گفتگو کنم، سخن امروزم رو آغاز میکنم. چند هفته ای از فروکش موقت این جنبش خیابانی که به راستی ایران و جهان رو تکان داد میگذرد. این که میگویم جهان رو تکان داد این است که همگان میاندیشیدند که حکومت اسلامی در ایران با اقتدار بر سر کار است و مردم توانایی واکنش در برابر این حکومت رو ندارند. بسیاری از ایرانیان هم در به ویژه خارج از کشور چنین میاندیشیدند. این روزهای گذشته ایران رو تکان داد و حکومت رو هراسان کرد. از لابلای سخنان کسانی که دستن در کاران فرمان روایی در ایران هستند میتوان دریافت که اونها هم هراسان و سراسیمه شدند و دریافتند که این واکنش، این خیزش از همه خیزش ها و واکنش هایی که در گذشته روی داده کاملا متفاوت بوده. بزرگترین گسستی که در این میان در ایران روی داده و این جنبش نماد این گسست بوده و آغاز این گسست بوده، این گسست از دوران اصلاحات است. نیک بنگرید که از زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی که موضوع اصلاحات در حکومت دینی در ایران آغاز شد و ایشان دست به خصوصی سازی و ایجاد دانشگاه ها زدن و سپس در دوران آقای خاتمی با انتخاب ایشان به نخست وزیری به اوج رسید و کسانی سخت هوادار آقای خاتمی شده بودند، در دوران آقای احمدی نژاد تا حدود زیادی این نوع آرزوها فروکش کرد و دوباره با انتخاب آقای روحانی سر بلند کرد. جنبش اصلاحات در جنبش 88 به اوج رسید. اگرچه در جنبش 88 تنها موضوع اصلاحات نبود بلکه تغییر هم بود، اما موضوع گذار از حکومت هیچگاه در جامعه جز اینجا و اونجا در پاره از شعارهای پراکنده مردم مطرح نمیشد. مردم همچنان امیدوار بودند که سران جنبش سبز، اونهایی که امروز در زندان خانگی هستند، بتوانند دگرگونی های پذیرفتنی رو در ساختار جمهوری اسلامی به وجود بیاورند و این جمهوری اسلامی رو قابل زندگی بکنند و هم از این روز که به اونها امید بسته بودند. و شاید همین امید در آغاز چندان بیهوده نبود. امید در این بود که ما از خونریزی و انقلاب و دگرگونی و براندازی پرهیز کنیم و شاید گام به گام به سوی یک رفرم و اصلاحات پیش برویم. جامعه باید این راه رو پیش می‌رفت. این راه رو در گذشته هم پیش رفته. آنچه که ما انقلاب مشروطه می‌خوانیم به راستی باید گفت یک جنبش اصلاحات اجتماعی بود. اگرچه انقلاب در جامعه ایران روی داد به این مفهوم که ما با یک دگرگونی های بنیادی و گسست از گذشته ایران روبرو بودیم، این گسست و این انقلاب از راه خشونت روی نداد، از راه خشونت و براندازی به دست نیامد و تا هنگامی که محمد علی شاه مجلس مشروطه رو به توپ نبسته بود، مشروطه خواهان کاری به پادشاهی نداشتند. تنها میخواستند پادشاه فرمان بردار از قانون باشد و بپذیرد که قانونی که در مجلس مشروطه تصویب شده بود، قوانینی که در مجلس مشروطه تصویب می شد، اینها در واقع دست شاه رو محدود می کرد و شاه باید اینها رو می پذیرفت و شاه نباید در اداره کشور جز آنچه که در قانون اساسی منظور شده بود دخالتی می کرد. اساساً انقلاب مشروطه
یک رفرم انقلابی در کشور ما بود، یک دگرگونی انقلابی از راه یک رشته اصلاحات در کشور ما بود. ما در دورانهای دیگر چنین رویدادهایی رو ندیدیم، یعنی ما با رویدادهای اصلاحی به مفهوم یک رویداد اصلاحی رادیکال در ایران روبرو نبودیم. شاید جنبش ملی شدن صنعت نفت و دوران زمامداری زنده‌یاد محمد مصدق رو بتوان یک نوع گسست اصلاحاتی در جامعه ایران به شمار آورد، ولی اینجا اجازه بدید که من از بررسی این موضوع پرهیز کنم چون سخن به درازا خواهد رفت. انقلاب 57 یک کوشش برای اصلاحات در جامعه نبود، یک انقلاب بزرگ اجتماعی بود که ساختار فرمانروایی و قدرت رو در ایران از بنیاد دگرگون کرد. تمام نیروهای شهری ایران رو از نیروهای چپ و جبهه ملی و طرفدار پادشاهی و نیروهای میانه رو و لیبرال و اصلاح طلب، همه اینها رو از میدان سیاست خارج کرد و یک جریان نیرومند مذهبی رو بر کشور ما چیره کرد، جریانی که رفته رفته در درون خودش هم دست به پاکسازی زد و نیروهایی رو که توان همراهی با این شتاب بسیار بسیار تندرو به سوی یک رشته برنامه های دینی نداشتند، اونها رو کنار نهاد و در بلندای این دگرگونی هم شخص آیت الله خمینی قرار داشت و سپس بر جای آیت الله خمینی آدمی نشست که اون توانایی های آیت الله خمینی رو نداشت، ولی به هر روی از اون حقوق قانونی، اقتدار قانونی برخوردار بود و توانست از این راه ولایت فقیهی ایجاد بکند که این ولایت فقیه شاید بتوان گفت که از ولایت فقیه آیت الله خمینی هم خودکامه‌تر شده است. در این دوران کوشش برای اصلاحات یکی از آرزوهای مردم بود، کوشش برای اینکه شاید بتوان اصلاحاتی در جامعه انجام بشود، آزادی هایی که از جمله در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به اونها اشاره شده. این آزادی ها مانند آزادی روزنامه‌نگاری، آزادی های سندیکایی، حتی آزادی ایجاد احزاب سیاسی، آزادی بیان، اینها که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم البته با پسوند و پیشوند هایی در نظر گرفته شده، شاید اینها بتواند اجرا بشود. در دوران آقای خاتمی به ویژه در دوره نخست وزیری ایشان، ما شاهد پاره آزادی های روزنامه نگاری بودیم. شمار روزنامه ها افزایش پیدا کرد، کتاب هایی به چاپ رسید و تا حدودی بسیاری از ایرانیان نسبت به آینده خودشون امیدوار شدند، دست کم در زمینه حقوق سیاسی. این خوشبینی به درازا نکشید و این بهار مانند بهار آزادی زود به خزان تبدیل شد. آقای خاتمی در پایان کار گفت که ایشان یک تدارکچی بیش نبودند و کوشش برای ادامه اصلاحات هم که در جنبش 88 به اوج رسیده بود با شعار رأی من کو، و این کوشش برای بازستاندن صندوق رأی با شکست روبرو شد. یکی از بزرگترین دلایل شکست جنبش اصلاحات ناتوانی ها، بزدلی ها و کوته نظری های خود اصلاح طلبان بود. فراموش نکنیم که اصلاح طلبان کودکی زاده شده از دل حکومت اسلامی، حکومت دینی بودند که هیچگاه بند ناف خودشون رو با این مادر نبریدند، همواره پیوند با این مادر داشتند و در بیم و هراس این بودند که مبادا دست زدن به اصلاحات تند، مبادا پافشاری به اینکه مردم در خیابان بمانند، مبادا پافشاری در اینکه مردم خواهان حقوق خودشان باشند، به ناتوان شدن حکومت اسلامی در ایران بیانجامد و پایه های این بنیاد رو سست بکنه. این است که این بزدلی، این ناتوانی، این کوته نظری اصلاح طلبان روی هم رفته به زیان خود اونها تمام شد. اونها به جایی که بتواند به یک حزب نیرومند اپوزیسیون در جامعه تبدیل بشوند و فشار بر حکومت بیاورند، زیر فشار حکومت چند پاره شدند و بسیاری از رهبران اونها یا خانه نشین شدند و یا سکوت برگزیدند.
راستی این است که دوران اصلاحات به پایان رسیده، سالهاست به پایان رسیده، ولی ناقوس مرگ اصلاحات رو تنها یک جنبش نیرومند اجتماعی میتوانست به صدا درآورد و این جنبش خیابانی ماهای گذشته ایران در واقع همین ناقوس بود. اعلام این بود که ما از یک دوره گذر کردیم، مردم ایران دیگر اصلاحات در حکومت دینی رو نمیخواهند، گذار از حکومت دینی رو میخواهند. مردم ایران میخواهند که حکومتی پایبند به اعلامیه جهانی حقوق بشر داشته باشد. شعار جمهوری ایرانی، استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی یکی از درخواست‌های بنیادی اساسی در گوش و کنار کشور بود. این رو هم بگویم که در این جنب و جوش‌ها مردم برای جریان‌های گوناگونی شعار می‌دهند و هر کس کوشش خواهد کرد که به سود خود این شعارها رو بازتاب بدهد. به داوری من نباید چنین کرد، نباید آدمی مانند من که جمهوری خواستم چنین برداشتی بدهد که همه مردم یک سر برای جمهوری، برای یک جمهوری سکولار برخواسته بودند. چنین نیست. بسیاری از مردم اون چشمانداز روشنی رو که برای آینده بخواهند چندان در پیش رو ندارند و این است که میتوان در لابلای شعارها گروه های گوناگون آرزوها و آمال خودشون رو بیابند. در اینجا گفتگوی من بر سر این نیست که آیا مردم به سود جمهوری شعار دادن یا به سود بازگشت پادشاهی. اینها مسائلی است که تاریخ روشن خواهد کرد و توان و نیروبندی گروه ها و تأثیر اونها بر جامعه. آنچه که روشن است این است که مردم ایران امروز یا بخش بزرگی از مردم ایران امروز دیگر زیر بار شعارهای اصلاح طلبانه نخواهند رفت. خواهان اصلاح حکومت نیستند، خواهان اصلاح ولایت فقیه نیستند، خواهان شورایی شدن ولایت فقیه نیستند. اگر 15 سال پیش، 20 سال پیش چنین چیزی انجام میشد، شاید یک نفسی برای جایگاه تنفسی برای حکومت ایجاد میکرد، ولی امروز که این کار انجام نشده، دست زدن به چنین کاری در روزگار کنونی پیامدی برای حکومت نخواهد داشت. من شما را به تاریخ باز میگردانم. اگر محمد رضا شاه به جای اینکه در چند ماه پایانی کار خود صدای انقلاب مردم رو شنید، دو سال پیشتر صدای نارضایتی جامعه و گرفتاری های جامعه رو شنیده بود و با درایت دست به یک رشته اصلاحات میزد و از جمله با دانش به اینکه، آگاهی به اینکه او بیماری بدون علاج سرطان، به بیماری بدون علاج سرطان مبتلاست، به سود فرزندش و به شورای سلطنتی کناره می گرفت، چه بسا انقلابی در ایران روی نمی داد. و امروز فرزند او می توانست همچنان پادشاه کشور در یک شرایط مشروطه و در یک شرایط قانونی باشد، آنچه که مشروطه پیش بینی کرده بود. این نشد. کار به جایی رسید که محمد رضا شاه دست به دامان بازماندگان جنبش ملی شدن صنعت نفت و یاران مصدق شد و بختیار رو به نخست وزیری برگزید، ولی کار از کار گذشته بود. آیت الله خمینی هم دست به دامن شاخه مذهبی همون نیروها شد، یعنی نهضت آزادی و آقای بازرگان. آقای بازرگان و آقای بختیار اگرچه از یک جنس نبودند، ولی از یک پیشینه مشترکی برمیخواستند، پیشینه جنبشی که مصدق در رهبری اون قرار داشت. آقای بازرگان خودش رو پیرو مذهبی جنبش مصدق میدانست، البته به داوری من پیوند بسیار اندکی با جنبشی داشت یا آرمانهایی داشت که زندیاد مصدق از اونها پیروی میکرد و زندیاد بختیار با نزدیکی خیلی بیشتری با آرمانهای زندیاد محمد مصدق در واقع رقیب قدرت در برابر او بود. راست این است که انقلاب 57 خیلی پیش از اینکه بختیار نخست وزیری رو بپذیرد به انجام رسیده بود. کار از کار گذشته بود و دیگر با گزینش بختیار نمی توانستیم در اون هنگام، یا گروه هایی که در قدرت بودند نمی توانستند در اون هنگام جلوی این طغیان جهل رو بگیرند. انقلاب انجام شد. ما امروز با رویداد دیگری روبرو هستیم. ما پس از
نزدیک به 40 سال آزمون حکومت دینی با همه تباهی ها و گرفتاری های اون به اینجا رسیده ایم که جامعه به اصلاحات پاسخ منفی داده، نه به این دلیل که اصلاحات چیز بدی بوده، به این دلیل که رهبران جنبش اصلاحات با بزدلی و ناتوانی و ندانم کاری های خودشان، با براستی سپرانداختن در مقابل ولی فقیه و روی نیاوردن به مردم و بر نینگیختن جامعه برای آرمان ها و آرزوهای خودشون، جنبش اصلاحات رو با شکست روبرو کردن. خشونت حکومت هم در این زمینه طبیعی است که کار رو شتابان‌تر کرد. این است که عصر اصلاحات به پایان رسیده. در گذشته میگفتن شاه مرد زنده باد شاه، این رو در بریتانیا به ویژه میگفتن، یعنی شاه پیشین برد و اینک زنده باد شاه، و در گذشته هم کسانی میگفتن اصلاحات مرد زنده باد اصلاحات. این دوران به پایان رسیده، دیگر اصلاحاتی زنده بادی در پی نخواهد داشت. دوران اصلاحات در ایران تمام شد، کفن و دفن شد. دوران دگرگونی های بنیادی در ایران آغاز شده، دوران گذار از جمهوری اسلامی. و در این راستاست که باید بیاندیشیم که چگونه این گذار میتواند به انجام برسد، چگونه میتوان جامعه نو در ایران ساخت. و باید بازگردیم برای پاسخ به این مسئله، دریابیم که چرا به اینجا رسیدیم، چرا چنین گرفتاری 40 ساله‌ای رو برای خودمون آفریدیم. آیا این از مذهبی بودن جامعه ما برمیخواست؟ آیا مردم ایران شایسته دموکراسی نبودند؟ آیا مردم ایران به راستی خواهان آمدن کسی مانند آیت الله خمینی و سپس جانشینی و جایگزینی اون از سوی کسی مانند آیت خامنه‌ای بودند که دمار از روزگار مردم برآورد و بدون هیچ پایبندی به قانون، به هیچ پایبندی و حتی اصول دینی، اصول مذهبی، مردم رو اعدام بکنند، کاری که آیت الله خمینی در تابستان 67 کرد. هزاران هزار جوانی که محاکمه شده بودند، حکم داشتند، به دستور ایشان در زندان‌ها اعدام شدند، کارهایی که هم امروز هم آقای خامنه‌ای به گونه‌ای دیگر انجام می‌دهند. این پرسش در برابر ماست و من در درازای این برنامه با برنامه‌های هفته آینده می‌کوشم به اونها پاسخ بدم. اما نخست این رو باید با شما در میان بگذارم که امروز که ما به دوران پایان اصلاحات و آغاز جنب و جوش و کوشش برای گذار از جمهوری اسلامی رسیده ایم، بیش از پیش باید دریابیم که چه میخواهیم، چه جامعه رو جستجو میکنیم، چه چشماندازی برای آینده ایران داریم. آیا میخواهیم همچنان از راه خشونت، سرکوب مخالفان، یک گروه رو بر گروه دیگر چیره بکنیم؟ بارها و بارها در سفرهایی که من کردم و در پیامد سخنرانی ها و برنامه ها و از جمله این برنامه های تلویزیونی، چه در گفتگوهای خصوصی شخصی و چه در نامه ها و ایمیل ها، کسانی از من پرسیدن که از جمله شما چرا با گروه های قومگرا، چرا با گروهی مانند مجاهدین که این همه فداکاری کردن، چرا با اینها مخالفید؟ و همواره پاسخ دادم که من با فداکاری ها مخالف نبودم. من بر این باورم که بسیاری از کسانی که در راه آرمان های سازمان مجاهدین جان دادن، جوانان پاک باخته ای بودند و پاکی بودند که به راستی به ایران می اندیشیدند، و این رهبری فاسد این سازمان بود که این جوانان رو پرپر کرد و این گروه رو به یک گروه عملا مزدور بیگانه تبدیل کرد که امروز جز این نقشی نخواهند داشت. کسانی که بر این باور باشند که مثلا در آینده ایران گروه خانم مریم رجبی یا اگر آقای مسعود خان دوباره سر و کلهشون پیدا بشود که حتما خواهد شد، اینها خواهند توانست به جای حکومت دینی امروز در ایران، حکومت ولایت فقیه، یک دموکراسی در ایران بسازند، درک درستی از نه دموکراسی دارند نه یک جامعه نو.
نه مدرنیته و نه یک جامعه ای که انسان در کانون اون، حقوق انسان در کانون اون نشسته است. کسانی که فکر میکنند گروه های مانند گروه های قومگرای برخی تجزیه طلب و برخی با تمایل به تجزیه طلبی در ایران خواهند توانست با مثلا به گفته خودشان عدم تمرکز و فدرالیسم در ایران دموکراسی در ایران بنا کنند، با مفاهیم دموکراسی، با بنیاد روابط حقوقی انسان ها که در دنیای امروز در دنیای پیشرفته چیره است آشنایی ندارند. دنیای مدرن بر پایه حقوق گروهی بنا نشده، دنیای مدرن بر پایه حقوق فردی، حقوق شهروندی بنا شده که این حقوق شهروندی، حقوق سیاسی، حقوق فرهنگی، حقوق اجتماعی، حقوق اقتصادی در همه زمینه هاست. انسان در یک جامعه مدرن دارای حقوق شهروندی است و این حقوق شهروندی هرچه از دوران آغاز مدرنیتی می‌گذرد ژرف‌تر و گسترده‌تر شده. برداشت ما از این حقوق شهروندی بیشتر و بهتر شده. امروز اعلامیه جهانی حقوق بشر و دستاوردهایی که در دنیای پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپا، ایالات متحده آمریکا، استرالیا، کانادا و کشورهای دیگر جهان با اونها روبرو هستیم، در سرتاسر اروپا و اینجا و اونجا رگه هایی از اون در کشورهای غیر اروپایی و بیرون از ایالات متحده آمریکا یا کشورهایی مانند نیوزلند و استرالیا به چشم میخورد، یا ژاپن و کره، اینجا و اونجا رگه هایی از اون رو هم به چشم میبینیم. آزمون کردند، آزمون میکنند. روی هم رفته جامعه بشری به سوی برداشت ژرف‌تری، برداشت گسترده‌تری، برداشت بهتری از حقوق شهروندی پیش می رود. این حقوق شهروندی حقوق قومی، حقوق گروهی نیست. در یک جامعه شهروند، در یک جامعه پیشرفته مدرن، اقوام دارای حقوق سیاسی نیستند. ایرانیان باشنده در کالیفرنیا دارای حقوق سیاسی نیستند. اونها می توانند به عنوان شهروند در انتخابات هر کوی و برزن، هر شهر و هر منطقه و در سرتاسر ایالت و سرانجام در همه ایالات متحده آمریکا شرکت کنند. در دیگر کشورهای دموکراتیک دنیا هم و همچنین به عنوان ایرانی شرکت نمی کنند در کارزار سیاسی، به عنوان شهروند کشوری که در اون زندگی می کنند شرکت می کنند. طبیعی است که می توانند به عنوان ایرانی دارای انجمنهای فرهنگی برای پاسداری از زبان، فرهنگ و چیزهای دیگر باشند، ولی در هیچ یک از کشورهای مدرن جهان نیامدند و به اقلیتی بگویند که شما دارای حقوق سیاسی ویژه‌ای هستید. یعنی شما می توانید به عنوان نمایندگان یک اقلیت قومی، نمایندگان ویژه قومی به مجلس بفرستید. این یک نوع تبعیض به شمار می آید، برای که کسی که به عنوان شهروند مثلا ایرانی در فرانسه زندگی می کند هم دارای حقوق شهروندی فرانسوی است و یک حقوق ویژه‌ای هم به عنوان یک ایرانی خواهد داشت. خب این تبعیض در مقابل شهروند فرانسوی است. و این رو اگر شما در جامعه بشری گسترش بدهید، یک آشفت بازار سیاسی به وجود خواهد آمد. دنیای مدرن بر پایه حقوق شهروندی، حقوق فردی بنا شده و این حقوق فردی در ساختار قدرت سیاسی، قدرت اجرایی، ساختار قانونگذاری، ساختار حقوقی جامعه بازتاب پیدا میکنه و انسان ها در درازای این نوع روابط با یکدیگر است که از حقوق خود و حقوق هم شهریان خود، شهروندان دیگر، هم کشوری ها و هم میهنان خود و سرتاسر جامعه بشری پاسداری میکنند. از این رو در چشماندازی که ما برای آینده ایران خواهیم داشت، مدل هایی مانند سازمان مجاهدین، گروه های قومی، کسانی که میخواهند برای خودشون یک حجره ویژه‌ای، یک بخش ویژه‌ای رو در ایران
بسازند و اونجا رو اداره کنند، مانند دار و دسته هایی که در کشورهای دیگر سر کار آمدند، یا کاری که امروز در اقلیم کردستان عراق شده که گروه آقای بارزانی بر این باور است که عراق، ببخشید، کردستان عراق و نفت کردستان عراق بخشی از دارایی خاندانی و قبیله و ایلیاتی اونهاست، به دیگر کردها هم بهایی نمیدهد و حتی اونها رو سرکوب میکنند، دیگر شهروندان غیر کرد رو اصلا به بازی نمیگیرند. این چنین آینده ای رو ما برای ایران در نظر نداریم. ما ایرانی میخواهیم که در اون انسانها جدا از اینکه از کدام پیشینه دینی برخواستند، به چه آیینی وفادار هستند، به کدام حزب تعلق دارند یا ندارند، زبان مادریشون چه زبانی است، از کدام بخش کشور برخواستند، از کدام طبقه اجتماعی هستند، حقوق برابر داشته باشند، در برابر قانون برابر باشند، جامعه گروهی رو بر گروه دیگر، انسانی رو بر گروه دیگر برتر ندارند. برتری ها بر پایه توانایی های کاری در رشته هایی باشد که برای ساختن جامعه نیاز به اون داریم. یک مهندس برتر در زمینه ساختن راهن، خب از یک مهندس ناتوان یا آدمی که اصلا مهندس نیست، خدمت بیشتری به جامعه و خدمت بیشتری به شهروندان دیگر می کند. اینا ربطی به این ندارد که او از حقوق بیشتری برخوردار خواهد بود، دارای حقوق برابر خواهد. بنابراین چشماندازی که در برابر ما قرار دارد برای بنای یک جامعه مدرن، جامعه نو در آینده ایران، یکی از بنیادهای در واقع باید گفت بی برگشتمون، یکی از بنیادهایی که اصلا در اون نباید زمینه گفتگو وجود داشته باشد، حقوق شهروندی است. که این حقوق شهروندی در دنیا امروز شناخته شده، از نو نمیتوان اون رو تفسیر کرد. حقوق شهروندی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، بنیاد حقوق فردی انسانها در هر کشوری است و این حقوق فرا ملی است، فرا قومی است، فرا مرزی است، فرا سرزمینی است، فرا طبقاتی است، فرا جنسی و جنسیتی است. یعنی انسان به مفهوم مطلق کلمه از هر پیشینه و از هر جنس و جنسیتی و از هر طبقه اجتماعی با هر توانایی دارای حقوق برابر است. به این معنا نیست که در زندگی اجتماعی با دیگری برابر خواهد بود. برابری های انسان ها بر پایه نابرابری های طبیعی است که در جامعه و در روابط اجتماعی، در ساختار طبقاتی، در ساختار فرهنگی وجود داره. ولی حقوق برابر خواهند داشت. یعنی کسی که در روز 1000 تومان درآمد داره با کسی که در روز 100 میلیون تا تومان درآمد داره، از نقطه نظر حقوقی در جامعه برابر خواهند بود، یک رأی خواهند داشت. توانایی اونها یا کوشش اونها برای زندگی خصوصی بهتر پیوندی با حقوق اونها نخواهد داشت. اونها دارای حقوق شهروندی برابرند. طبیعی است که جامعه بشری امروز باید به عدالت اجتماعی بیاندیشد. از این روز که یکی از مشخصه های دیگر آینده ایران از بین بردن اون زمینه هایی است که به نابرابری های گسترده در راستای عدالت اجتماعی میانجامد. یک گروه کوچکی رو تواناتر از گروه بیشتر مردم میکند. از این رو در یک جامعه آینده ایران طبیعی است که ما باید افزون بر حقوق شهروندی به عدالت اجتماعی هم بیاندیشیم. یک جامعه انسانی هم در راستای حقوق اقتصادی یا توانایی های اقتصادی یا دست کم ایجاد زمینه های پیشرفت اقتصادی فردی، توسعه اقتصادی منطقی در گوشه و کنار ایران هم بیاندیشیم. اما جدا از همه اینها، 40 سال پس از حکومت دینی در ایران، ما با یک بحران دیگری هم در آینده ایران روبرو خواهیم شد. همین روز هم با اون روبرو هستیم.
مهم این است که در پایان و فردای یک حکومت دینی جایگاه و رابطه میان دین و دولت چه خواهد بود. برخی گمان می کنند که هنگامی که ما از یک حکومت غیر دینی سخن می گوییم و از جدایی ساختار فرمان روایی از ساختارهای دینی، به این معناست که پوزش میخوام به این معناست که حکومت فرمان روایی بناست در دست بیدینان باشد. باورمندان به دین، مسلمان و شیعی نمیتوانند، چون آزمون بسیار بدی دادند، در فرمان روایی جامعه شرکت داشته باشند. پوزش میخوام این برداشت بسیار نادرستی از یک دموکراسی سکولار است. همان گونه که رفتار جمهوری اسلامی، رفتار حکومت ولایت فقیه در نابرابری ایجاد کردن میان شهروندان، شهروندانی که باورمند به یک آیین معینی مانند شیعه هستند و همچنین باورمند به ولایت فقیه، با دیگر شهروندان بسیار نادرست و ستمگرانه بوده، واکنش منفی به اون هم نادرسته. حکومت غیر دینی به مفهوم دین زدایی از مردم نیست. میتوان و این بخشی از حقوق روشنفکری، بخشی از حقوق فرهنگی، بخشی از کارزارهای اندیشه‌ای در جامعه است که انسانهایی که دین ندارند یا انسانهایی که بر یک دین دیگری هستند یا انسانی که برداشت دینیش با برداشت دینی دیگری است، با یکدیگر به چالش بپذیرند، بپردازند. پوزش بکنم به این معنا که اگر من باور دینی ندارم، میتوانم برای گسترش اندیشه های خودم و به نقد کشیدن باورهای دینی با کسانی که باور دینی دارند به چالش بپردازم. حوزه این گفتمان سیاست، دولت و فرمان روایی نیست. موضوع دولت اداره جامعه است و اداره جامعه با دین پیوند نداره. دین بخشی از باورهای فردی و اخلاق اجتماعی است، چه بخواهیم و چه نخواهیم. جای دین در سپهر سیاست فرمان روایی نیست، چون موضوع سیاست قدرت است. موضوع سیاست چگونگی اداره کشور است. اداره کشور با دین شدنی نیست. در برابر اون هم همین رو باید بیفزاییم که کسانی که کشور رو اداره خواهند کرد یا ساختارهای فرمان روایی با دین مردم هم نباید کار داشته باشد. بنابراین در یک ایران دموکراتیک آینده پیامی که ما به مردم می دهیم باید این باشد که در فردای گذار از جمهوری اسلامی بنا نیست به جان دین مردم بیفتیم، بنا نیست دین ستیزی در جامعه به وجود بیاید، بنا نیست هر کسی که دین دارست بیم و حراس از این داشته باشد که اینک حکومت سکولار در ایران به وجود آمده، جان و زندگی و مال و دارایی اونها در خطر خواهد بود، حقوق اونها کاهش پیدا خواهد کرد، بیدینان حقوق بیشتری خواهند داشت. نه، هیچ نابرابری میان باورمند به این آیین و آن آیین و باورمند به خدا و باورمند به آیین یهود و آیین مسیح و اسلام و بیدینان نخواهد بود. حقوق برابر سیاسی خواهند داشت. هیچ وزیری بنا نیست از پیش آزمایش دین یا بیدینی بدهد. همان گونه در کشورهای پیشرفته جهان چنین چیزی نمی کنند. آن وزیر هم این حق رو نداره که آیین و باور دینی خودش رو در اداره کشور دخالت بده و بگوید که چون من چنین باور دینی دارم می توانم این قانون رو اجرا نکنم. نمیخواد قانون اجرا بکنه، باید استعفا بده. قانون دیندار و بیدین نمیشناسه. قانون بناس کور باشه. بنابراین در یک فردای پس از جمهوری اسلامی، جدا از حقوق شهروندی،
جدا از کوشش برای عدالت اجتماعی باید پایبند به آزادی هایی بود که در این آزادی ها هیچ کس به دلیل اینکه باور دینی دارد یا باور دینی ندارد از سپهر سیاست، از سپهر اداره جامعه، از مدیریت یک مدرسه، از کار کردن در یک دانشگاه یا کارخانه محروم نشود. کاری که در جمهوری اسلامی صورت گرفته، بهائیان رو پاکسازی کردند، یهودیان رو به عنوانی که جاسوس اسرائیل هستند کنار نهادند، اونهایی که بیدین بودند که به جای خود، اونها خیلی زودتر از همه پاکسازی شدند، اهل سنت به بازی گرفته نشدند. ما باید این بازی رو، این رفتار رو کنار بگذاریم و جامعه‌ای بنا بکنیم که هر شهروند ایرانی از هر آیینی که هست، به هر دینی که پایبندی دارد و اگر هم به هیچ دینی پایبندی ندارد، احساس امنیت اجتماعی بکند، از حقوق برابر در جامعه برخوردار باشد. اما همه اینها رو به کنار اگر بگذاریم و اینها رو مربوط به آینده ایران بدانیم، ما با یک رشته گرفتاری های فرهنگی روبرو هستیم. این با یک رشته برداشت های نهادینه شده یا ارزش های نهادینه شده در درون جامعه روبرو هستیم. خشونت بخشی از تاریخ ما بوده. کمتر پادشاهی، من رو بارها با شما در میان نهادم، کمتر پادشاهی است که در بستر مرگ و کهنساری در ایران درگذشته باشه. تقریبا میتوانم بگویم که بیش از 3 یا 4% وزیران ایران به مرگ طبیعی در نگذشتند. شاید تنها در دوران مدرن باشد، در دوران پس از مشروطه باشد که ما با کشتن وزیران با آن گونه که در گذشته انجام میشد روبرو نبودیم. زندان افکندن و محاکمه کردن اونها رو دیدیم. نمیخوام به این تاریخ ها اشاره کنم و بحث رو به جای دیگری بکشانم، ولی راستی این است که خشونت بخشی از فرهنگ ماست. کشوری که همواره در زمینه تاخت و تاز گروه های از بیرون از سطح فلات ایران یا درگیری های درون فلات ایران قرار داشته، یعنی همواره ما گرفتار این بحران و زمینه های خشونت در جامعه بودیم، طبیعی است که فرهنگ خشونت رو در یک یک ما میتوان یافت. از این روز که در این کارزار بسیار بسیار بزرگ، بسیار سترگ و شاید چند ساله که در پیش داریم، جدا کردن خود و جدا کردن مردم از این فرهنگ خشونت باید یکی از بنیادهای یک رفتار و کار یک انسان فرهیخته باشد. انسانهایی که به آینده ایران میاندیشند باید از مردم بخواهند که با همه نفرتی که از این حکومت دارند و از حکومتیان دارند، از خشونت پرهیز کنند. این به این معنا نیست که مردم دارای حق دفاع از خود نیستند، اما این حق دفاع نباید تبدیل به تشویق و تبلیغ یک کارزان خشونت آمیز بشود. کارهایی که برخی میکنند، بروید و بزنید و آتش بزنید و بسوزانید و بکشید و مخالفان را از میان ببرید، حکومتیان رو، که اونها با بیم و هراس روبرو بشوند. جامعه‌ای که از دل خشونت زاده می شود جامعه دموکراتیکی نخواهد بود. تردید نداشته باشید که خشونت خشونت خواهد آفرید، جز این هم نخواهد بود. گسست فرهنگی، ارزشی، باوری از خشونت یکی از ژرف‌ترین و مهمترین و دشوارترین کارهایی است که ما باید در این جامعه به اون دست بزنیم. جمهوری اسلامی از دل خشونت زاده شد، با خشونت به دنیا آمد. بازگردید روزنامه‌های ماهای نخست انقلاب رو نگاه کنید، ببینید که چهره‌های گلوله خورده
امیران و افسران رژیم گذشته، کارکنان رژیم گذشته و سپس مخالفان این حکومت، اعدام هایی که در کردستان، در سنندج، در شهرهای دیگر روی داد. ببینید چگونه در این روزنامه ها بازتاب یافته، خیلی هم بازتاب نیافته. جمهوری اسلامی پای در خشونت خون داره، ما باید پای خودمون رو از این خشونت خون جدا بکنیم. ما نمیتوانیم در گذار از جمهوری اسلامی با زبان حکومت سخن بگوییم، باید با زبان دیگری سخن بگوییم، باید فرهنگ دیگری رو به وجود بیاوریم. زایش یک ایران نو، زایش یک ایران نو نیاز به زایش فرهنگی نو داره. ما نمیتوانیم با همان روشی که حکومت با مردم رفتار میکنه با حکومتیان رفتار کنیم و گمان کنیم که از دل چنین رفتاری یک حکومت پایبند به قانون، یک حکومت پایبند به اعلامیه جهانی بشر، یک حکومت مدرن به وجود خواهد آمد. خیر، از دل خشونت یک حکومت خشن به وجود خواهد آمد. جای گفتگو نیست که در آینده ما با چنین گرفتاری ها و رویدادهای روبرو خواهیم شد. از این رو باید از یک سوی چشمانداز خودمون رو برای آینده روشن کنیم، پیام روشنی به مردم ایران بدهیم که ما چه میخواهیم، در گذار از این حکومت چگونه حکومتی میخواهیم، و دو دیگر این که راه رسیدن به اون رو به دور از خشونت برای مردم ترسیم کنیم. خشونت کار به جایی نخواهد بود، باید از راه های نافرمانی مدنی، از راه برانگیختن گسترده مردم گذار از این حکومت رو شتابان کرد. راهی هم جز این نداریم. ریزش این حکومت آغاز شده، اما باید از خشونت پرهیز کرد و از راه های بدور از خشونت به این کار پرداخت. تا هفته آینده، روز روزگار بر شما خوشم.